توی قسمت اول فاینال کات با یه مقداری از تنظیمات یوزر پرفرنسز آشنا شدیم اینجا من چند تا دیگرش رو خدمتون میگم که شاید براتون مهمتر باشه ام... البته شاید مهمتر نشه گفت ولی خب دونستنش بد نیست ریال تایم آدیو میکسینگ تعداد ترک های صداتونه بدون اینکه نیاز به رندر داشته باشه شما حتما دیدید و خاطرتون هست که ما از طریق این آرتی و آنلیمیتد آرتی میتونیم اه... یک سری از تصاویر و صداهامون رو به صورت ریل تایم رندر کنیم و نیاز به رندر نداشته باشه و به محض اینکه پلی میکنیم رندر بشه اگر شما این تعداد صداها رو زیاد کنید مثلا روی 16 بذارید یا روی مثلا 12 بذارید کامپیوتر بیشتر توانش رو روی پردازش کانال های صوتی میذاره تا کانال های تصویری یعنی در واقع اگر شما صداهای خیلی زیادی دارید و پیچیده شده میخواید به صورت ریل تایم رندر بشه بدون اینکه نیاز به رندر داشته باشه میتونید این عدد رو بالاتر ببرید و خب طبیعتا اونجا دیگه فیلترها و یه سری چیزهایی که تصویری هستن و نیاز به رندر دارن رو نمیتونه ریل تایم رندر کنه در واقع این عددیه بین میزان کار سی پیو و تقسیم بین صوت و تصویر هرچقدر بالاتر باشه سی پیو بیشتر به صدا میپردازه و هر چقدر کمتر باشه به تصویر این عنوانی که شما اینجا میبینید آدیو پلی بک کوالیتی روی لو هست معمولا اگر روی های بذارید دقتش یک مقدار بالاتر میره و خب طبیعتا نیاز به رندر طولانی تر و سنگین تری داره 80 درصد موارد شاید بگم 90 درصد موارد روی همین لو که فستر هست جواب کار شما رو میده مگر اینکه میکس خیلی پیچیده ای داشته باشید ریل تایم ویدیو تایم ویدیو تو حالا یه عددی این یکی از عناوین که خیلی مهمه براتون اگر با هارد اکسترنال کار میکنید من دیدم خیلی از دوستان روی هارد اکسترنال ادیت میکنن یعنی هم پروژهشون توی خود هارد اکسترنال اکسترنال هست حالا چه یو اس بی چه فایر وایر و اصلا از رو همون باز میکنن از رو همون کار میکنن و روی همون هم کپی هاشون رو انجام میدن هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه توی شرایط عادی و مشکلی نداره اگر شما اینجا این ریل, تایم ویدیو رو محدود بکنید و بگید مثلا سی مگابیت در ثانیه باشه یا مثلا 20 مگابیت در باشه شاید جلوی یه سری از مشکلات رو بتونه بگیره چون فاینال دیگه از این عدد بیشتر از این حجم بیشتر از هارد شما نمیخواد اگر شما این عدد رو محدود نکنید ممکنه یه مقدار زیاد از هاردتون میخواد اطلاعات بگیره و یا اگر از روی شبکه دارید کار میکنید ممکنه خیلی بخواد از شبکهتون یهو دیتا بگیره و یوزرهای دیگر رو یه مقدار کند بکنه اگر توی شبکه کار میکنید یا روی هارد اکسترنال کار میکنید این عدد ممکنه محدود کردنش به دردتون بخوره اگر هارد یو اس بی دارید سی تقریبا بین 26 تا سی عدد مناسبیه اگر هارد فایر وایر دارید میتونید تا چهل هم این عدد رو بالا ببرید شو تو تیپس توی خودموز قبلی فکر کنم توضیح داده شده Bring all windows to the front on activation زمانی که شما فاناکات رو باز میکنید تمام پنجره هاش ظاهر میشن و جلو میان Open last project on application launch این خیلی مهم هست قطعا شما دیدید هر بار که فاناکات رو باز میکنید آخرین پروژه سیف شده شما باز میشه و ممکنه این اون چیزی نباشه که شما میخواین به طور مثال ممکنه شما توی یک استودیوی کار بکنید که کار تبلیغاتی داره انجام میشه و به صورت دائم مشتری ها دارن میرن و میان و هر بار که یه مشتری میاد شما باید یه پروژه دیگر رو باز بکنید و اصلا شاید مثلا درست نباشه که بخواد یه پروژه قبلی که مربوط به اون شرکت خاص یا شخص خاص نیست رو ببینه میتونید این عنوان رو آف بکنید وقتی این عنوان رو آف میکنید فاناکات وقتی باز میشه هیچ پروژه خاصی باز نشده و باز نمیشه و شما بعد از طریق فایل اوپن بیاید اون پروژه مد نظرتون رو باز بکنید ولی اگر توی شرایطی هستی که کار سینمایی انجام میدید یا فقط روی یه پروژه کار میکنید اوپن Last Project on Application لاچ شاید خیلی از وقتها براتون کاربردی باشه چون لود شدن پروژه تون ممکن طولانی باشه دو سه دقیقه لود شدنش طول بکشه شما خود فاینال کات رو باز میکنید برید یه چایی میخورید یه کاری انجام میدید و وقتی برگشتید خب پروژه هم باز شده prompt for setting on new project و prompt for setting on new sequence هر بار که شما یه پروژه جدید بخواید باز کنید یا یک سکانس جدید رو بخواید باز کنید ازتون میپرسه که میخواید چه تنظیماتی براش انجام بدید من راستش بخواید معمولا خودم این آف میذارم سینک آدیو کپچر تو ویدیو فکر کنم توضیح داده شده ولی به سینک کردن تصویر و صدا با هم موقع کپچره که همیشه قاعدتا درسته بعضی وقتا روی بعضی دوربین ها مثلا مثل دوربین های کنون یا یه, یه سری از دوربین های جی وی سی ممکنه شما حتما نیاز داشته باشید که این رو آن بکنید چون یه مقدار ممکنه صدا توشون از حالت سینک در بیاد ریپورت دراپ فریمز دورینگ پلی اگر زمان پلی بک کردن اگه زمان در واقع این اتفاق فریمی بیفته اون رو بهتون گزارش میده من معمولا این رو آف میذارم چون نیازی نیست واقعا موقع پلی بک هی بخواد این رو گزارش بکنه این دو تا عنوان ممکنه براتون خیلی مهم باشه ابورت ای ای تی پی تی وی فریمز خیلی خیلی مهمه این ETT ای که شما میبینید در واقع اکسپورت تو تیپ و این PTV print to video شما همونطور که میدونید اگر بخواید خروجی از از تایملاینتون بگیرید توی قسمت قبل با هم دیدیم که پرینت تو ویدیو میتونید بکنید یادی تو تیپ اگر این دوتا رو روشن بذارید اگر این رو روشن بذارید یعنی هر وقت که من یه فریم جا افتاده داشتم قطع کن و دوباره از اول خروجی میگیرم همین اتفاق در مورد کپچر هم هست اگه زمان کپچر یه فریم رو جا بندازه شما میتونید بگید که قطع بشه و دوباره این کار رو تکرار بکنه یا این عنوان که برای تایم کد بریک هست زمانی که تایم کد قطع میشه شما دیدید مخصوصا توی ایران بارها و بارها این اتفاق میفته چون عموما متاسفانه ما فرمت نمی کنیم فیلم ها رو و میگه زمانی که تایم کد قطع شد چیکار کنم یه کلیپ جدید بسازم اصلا کپچر رو متوقف کنم یا فقط بعد از اینکه کار تموم شد اختار بدم ورن و نان optimized میدیا اگر یک تصویری شما وارد فاینال کات بکنید که فرمت خیلی خاصی داشته باشه بتونی اختار میده براز تکست سایز برای اینجاست و ابعاد این تکست که اینجا دارید و اوتو رندر برای زمانی که شما مثلا ده دقیقه با سیستم کار نکردید پنج دقیقه با سیستم کار نکردید میاد جاهایی که نیاز به رندر دارن رو خودش شروع میکنه به صورت اتوماتیک رندر کردن به طور مثال ممکنه شما بگید اگه من پنج دقیقه یا مثلا اگه من هشت دقیقه سر دستگاه نبودم تمام چیزی که نیاز به رندر دارن رو رندر بکن اوتو سیف هم که قبلا توضیح داده شده میاد براتون هر مثلا فرض کنید هر سه دقیقه یه بار سیف میکنه و چهل ورژن براتون سیف م... ببخشید چهل تا بله دقیقا چهل ورژن سیف میکنه از پروژهتون و ماکسیممش هم 25 تا پروژه است یعنی شما 26 امین پروژه رو بخواین سیو بکنین دیگه نمیتونه این ورژن این کار رو درست انجام بده میتونین البته اینا رو بیشتر بکنید معمولا راستش بخواین از 25 تا پروژه همزمان بیشتر آدم کار نمیکنه ولی خب حالا علالقاعده اگر نیاز داشتید میتونید اعداد رو تغییر بدید